شبات شلوم خیلی خوش اومدین. شبات پاراشای ویشف هست. همونطور که آقای داروگر گفتن سه شنبه شب شب اول خنکا هست و همیشه این پاراشا و پاراشای میکتس که شبات دیگه خونده میشه در ایام هنوکا خونده میشه. اگر بخوایم راجع به این پاراشا، راجع به خنوکا استادی کنیم، شاید چند تا زندگی، میلیون ها زندگی شاید واقعا احتیاج داشته باشیم که درک بکنیم نور تورامون و نور خنوکامون رو و نوری که از کبالا میگیریم. پاراشای ویشف داستان یوسف هست، یوسف و برادراش یعقوب، حضرت یعقوب که چلنجی که با لابان داره رد میکنه، چلنجی که با عصاف برادرش هم داره تموم میکنه، به اسم اسرائیل میرسه و بعد خیلی عجیبه که میبینیم ناخودآگاه، کسی که پیغمبر بود، کسی که روح القدس داشت، کسی که همه چیز رو میدونست، خوب و بد رو میدونست، آینده رو میدید، نقشش رو در دنیا میدید، نقش بنی اسرائیل رو در دنیا میدید، پسراش رو میشناخت، کدوم پدره که بچه هاش رو نشناسه، میبینیم یک تصمیم عجیبی میگیره، یوسف رو میندازه در خطر. ناگهان به نظر میاد که یعقوب تصمیم میگیره یوسف 17 ساله رو بفرسته دنبال برادراش که میدونه برادراش زیاد دلخوشی از یوسف نداره. یوسف رو به خطر میندازه. یوسف گم میشه، پیدا نمیکنه برادراش. ناگهان یک مردی در صحرا هست که بعد میفهمیم یک فرشته بوده، میاد راه رو به یوسف نشون میده. و بعد یاد گرفتیم سالهای قبل در کلاس کبالا که حرف اتی وجود داره، الف تو تاف و دو تا نقطه روش هست وقتی که این اتفاق داره پیش میاد، و یاد گرفتیم که الف حرف اول تو راه هست، تاف حرف آخر تو راه هست، الف تو تاف که یکی از کانسپت هایی بود که رابای برگ خیلی بهش علاقه داشت و کانستنتلی راجبش صحبت میکرد، و روی این دو نقطه که تفسیرهای مختلفی هست که یعنی همه چیز از اول تا آخر تحت نظر هشم بود، تحت نظر خدا بود. الف حرف اول الف بت هست، تاف حرف آخر هست. میخوام یادآوری کنم که آنابکوخ هم با الف شروع میشه و با تاف تموم میشه. ناگهان برادرها تصمیم میگیرن که یوسف رو از بین ببرن، یوسف رو در چاه میندازن، میفروشنش، برده میشه، به مصر میره. و بعد پوتیفایر، کسی که یوسف رو خریده، میبینه که خدا با یوسف هست. در این پاراشا میبینیم که سه بار تاکید میشه که خدا با یوسف بود. وقتی که به مصر رفت، به مصرعیم رفت، جایی که تاریکی مطلق هست، جایی که مظهر کیاس هست، خدا با یوسف بود. وقتی که یوسف در زندان میفته، دوباره تورا میگه خدا با یوسف بود. و حتی رئیس یوسف پوتیفایر متوجه میشه که خدا با یوسف هست. و جالب اینه که دوباره در تورا قید میکنه که هر جا یوسف رفت، یوسف فرق نکرد، یوسف یوسف. کلمه ویهی رو استفاده میکنه وقتی که تورا صحبت میکنه که از یوسف به مصر رفت، یعنی یوسف تغییر نکرد،
یوسف در چاه افتاد، دوباره کلمه ویگیر رو استفاده میکنه. همون یوسفی که در چاه افتاد، همون یوسفی بود که به مصر رفت، همون یوسفی بود که به زندان افتاد و همون یوسفی هست که میشه قدرتمندترین مرد روی زمین. یوسف عوض نشد. یوسف با سرتنتی خودش، با ایمونای خودش فرق نکرد. چطور ممکنه؟ چطور ممکنه که یک نفر تحت تأثیر عجیب ترین چلنج های دنیا قرار بگیره، سخت ترین چلنج های دنیا قرار بگیره و عوض نشه؟ از الف تو تاف، از اول تا آخر خدا باهاش هست و خدا با ما هست. من و شما خیال میکنیم، فرض میکنیم وقتی که موقعیت خوبه، همه چیز خوبه، اخبار خوب هست، خدا با ما هست، وقتی که کسی پیشنهاد خوبی به ما میکنه، نصیحت خوبی به ما میکنه، یک ایدیای خوبی به ما میده، یک راه خوبی رو به ما نشون میده، میگیم از طرف خدا اومده، از طرف هاشم اومده، مثل یک فرشته میمونه. و یا حتی در این تورا، در این قسمت میبینیم که مردی که وسط صحرا یوسف رو میفرسته به مسیری که شاید سخت ترین مسیر زندگیش هم بوده، اونم فرشته هست. اون هم فرشته هست. سمها توی این پاراشا ما یاد میگیریم که فرشته اون کانسپت روحانی، اون عنصری که به عنوان یک عنصر روحانیت میشناسیم، بالی داره، شش تا بال داره، بالا و پایین میره، فقط به اون فرشته نمیگه تورا. تورا همه رو فرشته خطاب میکنه. خوب و بد و تورا فرشته تعبیر میکنه. یعنی اگر اون کسی هم که شما میگید آخ تقصیر این بود که من اشتباه کردم، این پیشنهاد بدی به من کرد، این راه بد و گذاشت جلوی من، اون هم فرشته هست، اون هم از طرف خدا اومده. از اول تا آخرش تمام دیتیلا زیر نظر هاشمه، از اول تا آخرش. خوبی و بدی، تاریکی و روشنایی، سختی و شیرینی، همش زیر نظر خداست. مهم اینه که این وسط من و شما چه اتیتودی داشته باشیم، چه پرسپشنی داشته باشیم، چه کانشسنسی داشته باشیم. میبینیم یوسف عوض نشد. شباتی هست که قرار من و شما یاد بگیریم که no matter what عوض نشیم، تحت تأثیر قرار نگیریم، ریاکتیو نشیم، بدونیم که همش نور خداست. چطور یوسف صدیق تونست ایموناشو نگه داره، تونست سرتنتیشو نگه داره؟ میگه وقتی که پوتیفایر نگاه یوسف کرد، دید خدا با یوسفه. مگه پوتیفایر کی بود که دید خدا را با یوسف؟ اینجاست که میریم پیش آریا قدوش، رابای آیزک لوریا. یک شاگردی داشته به اسم مردخای کوهن، شاگرد خیم ویتال بوده، شاگرد آری. کتابی داره به اسم سفتیلا کوهن که راجع به سیکرت های درس هایی که از آریا قدوش یاد گرفته توضیح میده که وقتی که پوتیفایر یوسف رو میدید، میدید یوسف داره کانستانتی یه چی رو زمزمه میکنه. کانستانتی یوسف داره یه چیزی رو زمزمه میکنه. چی زمزمه میکرده یوسف؟ 24 hours، 24 ساعت که داشته خدمت میکرده، یوسفی که در چاه افتاد چی زمزمه میکرد؟ یوسفی که فروخته شد چی زمزمه میکرد؟ یوسفی که مستخدم پوتیفایر شد چی زمزمه میکرد؟ یوسفی که گرفتار زلیخا شد چی زمزمه میکرد؟ در زندان چی زمزمه میکرد؟ و حتی وقتی که بزرگترین، قدرتمندترین مرد روی زمین شد چی کانستنتلی زمزمه میکرد؟ میگفت الف بد
الف بت گیمل یوتاف صدیق کوفرش این سیت دت نون یوسف 24 hours داشت عناب کوخ میخوند. یوسف صبح تا شب داشت عناب کوخ میخوند. آریا قدش توضیح میده وقتی که میرسیم به چپتر 39 جمله دوم و سوم میگه وقتی که میگه خدا با یوسف بود میگه هشم مسلیه بایدو مسلیه بایدو مم و بت دو حرف مم و بت یعنی 42 وقتی که جلوتر میره میرسیم به چپتر 39 وقتی که در زندان میفته مئوما بایدو دوباره مم بت 42 چطور خدا کانستنتلی 24 ساعته با یوسف بود به خاطر که یوسف خودشو کانکت کرد به خدا کانستنتلی انا به کوه گدولد یمینه خواهد تطیر سرور را قبر رینار امه قاسک بینو تهره این را 24 hours انا به کوه انا به کوه انا به کوه تو اپوین که هی نیو انا به کوه فهمید انا به کوه خود استفاده کرد از عناب کوه میگن ربی مئیر بعلنس این کبالیست بزرگ که معجزه میکرده بعلنس اسمش هست صفتی که روش گذاشتن بهش میگن ملامد بنسیم دو مرتبه مم بت ربی مئیر بعلنس چجوری معجزه میکرد عناب کوه که دولاد یمینه خالت تیر زنوند ربی خنان بن نوسا یکی از بزرگترین کبالیستا که ابسولوت سرتنتی داشته داستانی هست در گامارا که یک روز جادوگری میخواد بیاد ایشون رو حسب چالام از بین ببره روی یک صندلی نشسته بوده ربی خنیا بن نوسا میره دست میکنه زیر صندلی خاکستری رو برمیداره میخواد باهاش جادو کنه ایشون میگه there is nothing that you could do to me هیچ کاری نمیتونی بکنی ان اود لوادو همه چیز نور خداست لوادو نیومریکال ولیوش هست خانم آقایون 42 انا به کوه گدولد یمینه خواهد تطیر سرورا اول پارشا خدا میاد میگه تمام این قصه ای که میبینید از الف تو تاف از اول عناب کوه تا آخر عناب کوه دو نقطه ای که روش هست داره به ما میگه That's the way, that's the only way که من و شما میتونیم برای خودمون پروتکشن بیاریم معجزه بیاریم میگه پوتیفایر صدا میکرده یوسف و میگفته آب گرم من بده یوسف جامو که خالی میکرده آب گرم بوده میگه آب سرد به من بده جامو که خالی میکرده آب سرد بوده میفهمه که یوسف خدا باهاشه بعد آریا قداش یه چیز دیگری میگه Amazing یعنی من و شما میتونیم با گفتن عناب کوه یه دهی هستن که سوال میکنن روزی چند بار من میتونم عناب کوه بخونم یوسف صدیق صبح تا شب جالب اینه که ربای اشلاق توضیح میده که وقتی که یک چیزی خیلی مهمه کمتر بهش توجه میشه با این که عناب کوه جز شخریت هست خیلی جاها اسکیپش میکنن They think it's not big deal That's how Satan works آریا قادش میگه وقتی که در تورا میگه یوسف زیبا بود، هنسام بود و خودش فهمید که زیباست خودش فهمید که هنسامه غرور گرفتش با این که هر روز عناب کوه میخوند 24 ساعت عناب کوه میخوند وقتی که از زیباییش خودش غرور بهش دست داد
ناگهان زنی پوتفایر خواست که خرابش کنه، خواست مسمومش کنه، خواست از بالا یوسف رو بندازه پایین. و بعد برای آقادوش میگه وقتی که یوسف عکس پدرش رو، چهره پدرش یعقوب آوینو که بهش عناب کوخ رو یاد داده بود دید، متوجه شد که باید خودش رو نگه داره. وقتی که یوسف عقب میشینه، داستان فیزیکلی نیست، داستان کنترل غروره. یعنی وقتی که یوسف غرورش دوباره کنترل میکنه، اون وقت هست که عناب کوخ دوباره کار میکنه و برای یوسف پروتکشن رو میاره. یوسف در زندان بود ولی زندانی نبود. یوسف در چاه بود ولی هیچی بهش دست نخورد. شبات عناب کوخ هست، شباتی هست که امیدوارم بدونیم قدر تولز هایی که داریم در کبلا، بدونیم که احتیاج داریم که خودمون رو کانکت بکنیم به نور خدا. نور خدا هست، اشکال از نور خدا نیست، اشکال از ما هست که یادمون میره که خودمون رو بهش کانکت کنیم و بدونیم، ببینیم از الف تو تاف، از اول تا آخرش، there is nothing but the light force of God. Amen.